سلام به همه دوستان عزیز، به کانال ما خوش اومدید. خب ویدیو امروز ما درباره نحوه زدن بوش فنری سایز 8 هستش که میخوام اینو به شما آموزش بدیم. دوستان، ما این بوش فنری رو روی یک سرسیلند موتورسیکلت هوندا انجام میدیم. خب این قطعه که مشاهده میکنید اسبک موتور هست که با 3 تا پیچ سایز 8 به سرسیلند بسته میشه و همونطور که مشاهده میکنید یکی از این پیچ ها هرز شده و سفت نمیشه و در ادامه میبینید که دوتا پیچ دیگه به خوبی بسته میشه. ما باید این رزبه خراب رو با بوش فنری درست کنیم. خب این قطعه فنرمانندی که تو ویدیو مشاهده میکنید بوش فنریمون هست، البته سایز 8 که باید اونو داخل رزبه خراب سرسیلندمون ببستیمش. همونطور که میبینید هم سمت داخل و بیرون اون رزبه داره و پیچ 8 ما در از داخل خود رزبه بوش فنری بسته میشه. معمولا تو سایز های کوتاه بلند هستش که از مدل کوتاه‌ترش ما برای پایروکاب و گلو اکسود موتور استفاده میکنیم، ولی خب ما برای سرسیلند بایستی از مدل بلندترش استفاده کنیم. برای اینکه پیچ اسبک ها دوستان بایستی با قدرت بیشتری بسته بشه و خیلی محکم سفت بشه و لازمه که مقدار ارتفاع رزوه بوش فنریمون بیشتر باشه. پس این نکته ای که بایستی دقت داشته باشید، ما از مدل بلندترش برای سرسیلند استفاده میکنیم. برای اینکه بوش فنری بتونه داخل رزبه خراب سرسیلند بسته بشه، احتیاج داریم که داخل رزبه خراب شده رو دوباره قلاویز کنیم، ولی نه با قلاویز سایز 8، بلکه احتیاج به یک قلاویز به خصوص داریم که ما بهش میگیم قلاویز 8 هلیکویل که تو تصویر مشاهده میکنید، یا قلاویز فنر 8 که معمولا به صورت تکی هستش. دوستان این قلاویز در از رزبه بیرونی بوش فنری رو برامون درست میکنه که بوش فنری بتونه داخل رزبه خراب بسته بشه. در از این قلاویز سایز اصلیش هست، همونطور که مشاهده میکنید 8x1.25، و در ادامه ویدیو میتونید تفاوت قلاویز هلیکول یا قلاویز بوش فنری رو با خود قلاویز معمولی سایز 8 رو مشاهده کنید که چقدر از لحاظ اندازه این دوتا تفاوت دارن. قلاویز 8 معمولی معمولا به صورت چندتایی یا ستایی هست، ولی قلاویز هلیکویل معمولا به صورت تکی هست. خب قبل اینکه پیچ خراب شدنمون رو با قلاویز هلیکویل رزبه جدید بزنیم، بایستی با یک مته سایز 8 سوراخ رو کمی بزرگتر کنیم تا قلاویزمون بتونه رزبه جدید رو ایجاد کنه. قبل زدن هر نوع قلاویز بایستی بسته به نوع سایز پیچ سوراخ رو با مته‌ای که به سایز قلاویزمون بخوره مته بزنیم. حالا اینجا یک سوال پیش میاد، چرا این رزبه خراب شده که سایز 8 هست رو ما بایستی با مته 8 بزنیم؟ این به این دلیله که برای هر سایز قلاویز اندازه قطر سوراخ باید به صورتی باشه که به اندازه کافی جا برای ایجاد دنده های رزبه وجود داشته باشه. مثلا در مورد همین رزبه 8 بایستی سوراخ مورد نظر رو با مته 6.5 یا 6 بزنیم و بعد با قلاویز 8 رزبه جدید رو ایجاد کنیم. و اگه ما بخوایم برای ایجاد رزبه 8 مته 8 بزنیم، رزبه مورد نظر ما برای پیچ سایز 10 هستش و قلاویز 8 نمیتونه رزبه رو ایجاد کنه. بعد از زدن سوراخ با مته مورد نظر، نوبت به زدن رزبه با قلاویز فنر هست. با آچار مخصوص قلاویز رو شروع به چرخاندن میکنیم و همزمان فشار میدیم تا رزبه جدید ایجاد بشه. قبل این کار کمی روغن به خود قلاویز میزنیم تا عمل رزبه زدن رو بهتر انجام بده.
و فقط دقت داشته باشیم که تا انتهای سوراخ قلاویز رو بچرخونیم که خوب رزبر رو ایجاد کنه و بعد شروع به باز کردن قلاویز میکنیم و اگه به سفتی باز میشه بایستی کمی اون رو شلو سفت کنیم که قلاویز به راحتی در بیاد و بعد این کار تمام پلیسه های ناشی از ایجاد رزبر رو بایستی به طور کامل تمیز کنیم. این قسمت میبینید که رزبه جدیدمون رو که با قلاویز زدیم به خوبی دیده میشه. حالا نوبت بستن گوشهای فنری سایز 8 هست که داخل رزبه بایستی بسته بشه. قبلا گفتیم گوشهای فنری دو مدل کوتاه بلند هست که برای سرسیلند ما از مدل بلندتر گوش فنری استفاده میکنیم، چون رزبه سرسیلند بایستی به خوبی سفت محکم بسته بشه و رزبه گوش فنری بایستی بتونه فشار رو تحمل کنه. خب قبل اینکه بوش فنری ببستیم، همونطور که مشاهده میکنید تو قسمت انتهایی بوش فنریمون یک حالت دستگیر مانند داره. این برای اینه این هست که با یک آچار مخصوص بتونیم این بوش فنری رو داخل رزبه بچرخونیم و سفتش کنیم و این آچار مخصوص رو شما میتونید با یک پیش گوشتی به وسیله سنگ فرز یا یک کمونره یک شیار رو ایجاد کنید که این حالت دستگیر مانند داخل اون پیشگوشتی جا بشه و ما بتونیم گوش فنری رو داخل رزامون بتونیم بچرخونیم و سفتش کنیم. بعد اینکه گوش فنری روی آچار مخصوص جا زدیم، فنر رو شروع به چرخوندن داخل رزبه‌ای که قلاویز کردیم میکنیم و تا آخر سفتش میکنیم. اینجا یک نکته وجود داره، اینم اینه که اون قسمتی که حالت دستگیره داشت روی بوش فنری بایستی بعد سفت شدن داخل رزبه جدا بشه. برای این کار کافیه که با همون آچار اون قسمت رو به سمت چپ و راست کمی بچرخونیم و خودش به طور کامل جدا میشه و ما باید اون تیکه کوچولو رو به کامل در بیاریمش و اینجا تو ویدیو میتونید به طور کامل این قسمت رو مشاهده کنید. بعد از سفت شدن فنر میتونید مشاهده کنید که پیچ خود اسبک که سایزش 8 هست به راحتی داخل بوش فنری که زدیم میتونه به چرخه و سفت بشه. خب دوستان، این بود آموزش زدن بوش فنری روی یک رزبه خراب. توی این ویدیو رزبه 8 رو بهتون آموزش دادیم و توی یک ویدیو جداگانه حتما در مورد رزبه 6 آموزش میدیم. این دو تا رزبه 6 و 8 مهمترین و کاربردترین هستن تو تعمیرات موتورسیکلت و دیگه نیازی نیست برای خراب شدن این رزبه ها به تراشکاری مراجعه کنید. خب اگر از ویدیو خوشتون اومد اونو لایک کنید و کانالمون رو سابسکرایب و تا یک ویدیو دیگه خدا نگهدارتون.